اچه بعد از این نامنظم ها به راه همه چی به دابل هدشات ها به راه این دابل هدشات رو دیدی سریعا لایک و اینجوری ناق اینجوری لایک بعد از این میزنی لایک رو میگیری اینجوری سابسکرایب اینجوری زنگوله اینجوری همه رو اینجوری مینوازی میزنی در همه بچه ها سطح این ویدیو خداست داشومید اومده با محتواهای جدید قرون به قرون جیبمو خرج کردم داشومید الان دیگه موجودی کارتم 5000 تومنه آخرین خرجی که زدم 5000 تومن موند تو کارتم آخری بچه ها حدودا فکر کنم این 3-4 ماه این قضیه فقط طول کشید پارم کرد تا این 3-4 تا قضیه بچه ها سفارش دادم یکی دو تاش توی ویدیو بهتون نشون میدم این بچه این میدونی این معرفی نکردم بچه ها معرفی میکنم انگشتم درست بگیرم طرفش نه این وره داداش این وره این وره بله این وره با گربای نامنظم زن خود محتوا خود سطح خود خدا وایساده اونجا داره برات نامنظم میزنه دیگه چی میخوای از داشون شاید بگین داشون سیکس رو یادت رفت سیکس پس کجاست داداشم سیکس چی شد اراده میکنم سیکس میاد اینجا نامنظم میزنه بابا بنا لایک و رسپکت برای داشومید لایک و بکوب سابسکرایب رو بزن زنگولش هم بزن سیکس بسته بیا برو دیگه سیکس شروع که خوانندگی داداش هم بسته این کاره حالا دو دقیقه گفتم بیا اینجا دوتا نامنظم بزنی قرار نیست که دیگه اینجا برخصیم چند تا بچه ها تو این ویدیو برشون رو نمایی دارم کرک و پشم رو تو نمونه یعنی پشماتون رو بگیریم بدو این اینجوری اینجور نمیدونم چجوری اینا میتونه پشمای خودش رو بگیره بدو نمیدونم اونا تصور کنم شاید مثلا پشماتون اینجوری بگیر نمیدونم اینجوری خودتو بگیری بدو اینجوری بگیر نمیدونم واقعا نظر خاصی ندارم بچه ها فقط میتونم بهتون بگم سطح ویدیو خداست واقعا شاید بعضیاتون بگن داشومی سی جی کو ببین داداشم سی جی here we go again پا بچه ها واقعا پاره شدم تا اینا رو آوردم یه حرکت میرفتم مثلا سی جی رو بیارم خب اصلا بعضی جا به بعضی باگا میخوردم بعضی مشکلات بچه ها پیش میومد راه حلش تو اینترنت هم نبود بابا دهنت اصلا بچه ها بیانی تا اینا رو تونستم بیارم قشنگ گره سه ماه ببین بچه ها همه دوربری های داشومید به عنوان یه فرد ترای هارد میشناسن یعنی مثلا من بگم مثلا این کار رو میکنم دیگه میکنم هر جوری شده من گفتم آقا اینو این اصلا باید اینجوری بود توی دو روز سه روز دیگه قضیهش اوکی میشه بچه به نازن نینجا شا بچه ها یعنی سه ماه هی باگ میخورم هی درست نمیشه یعنی تا این حد بچه ناخوین ناخوین تا این آخره دیگه گفتم ولش کن اینجوری ناخوین نیستیم بگم مثل کاکا سنگی ولی فنا بوش میدم میگه چه آمدی حتی خود خدام آورده شده نگاه کن خود داشومید نخواست تو را ندید داشومید پیامات رو رید نکرد داشومید اصلا باید بازی نکرد اهد نه اصلا دیگه محتوا دیگه شما چی میخواد واقعا اگه این محتوا نیست میخوام بگم محتوا چیه پس آدمو چرا فشاری میکنید خدای محتوا برم میدونم بچه رفت وسط فارم دیدم یه باگ بود چی بود هواپیما افتاد وسط فارم بود هواپیما رو بگیرم اصلا چرا دارم در مورد محتوا در مورد هواپیما صحبت میکنم باید بهتون گیربا رو بهتون معرفی کردم سیکس رو بهتون معرفی کردم سی جو بچه ها یک آها بعد از این وقتی بگم خوراکیاتون بیارین نگاه کن ستو خوراک برین خوراکیار بیارین خوراکی از آسمون میباره بر این به برکت سیستوقی بودن محتوا داشو میده از آسمون برکت و قضا میباره واقعا من واقعا محتوایی توی اینترنت ندیدم به این محتوایی که اینجوری دوغ توش ریخته باشه آه دوغ جان بچا هر میمی که نظرتونو هر چیزی که مد نظرتونو باید بیاد به داش ببین حتی تا اینجا رفتم براتون آورده پشه رو بهتون نظری ندارم واقعا ببین داداشم شرکم میتونم بیا هر کسی که شما بگین حتی ناگو من میدونم خیلیاتون از این یارو یا مادر گودسته خوشتون میاد حتی این آورده بچه ها سطح داشومید اینجا بچه یه سولو اسکواد ریزی میانه بهتون براتون بزنم یه دونه این 117 رو بچه ها دیروز بهتون دادم بعضی نگو داشومید اون 117 بشه درد میخوره فقط دمیجش رو نگاه کن الان
تو ریکول کن، تو لگد این گانونو که اتچمنت چیدن برات نگاه کن فقط. اینجا بچه نکن اسکواد ما یه اشتباه کردن، اونم این بود که مکانیکشون رو زود زدن. مکانیکو بچه ها، مکانیکو بچه ها از اون موقعی که جدیدن دوباره بچه داشومی داره فوش میخوره ناراحت هم. ولی داشومی میدونی چیه؟ داشومی اینه نکن فاقد اهمیت. داشومی متا معرفی میکنه اصلا فوش بهش میدین دیگه نمیخونه. چرا؟ چون جدیدن شنیدن تورنمنت پلیرها دارن از بعضیا، نه همشون، بعضیاشون دارن از چیز فشار میخورن، از مکانیک میان به داشومی بعدو بیرون میگن آقا من چیکار کنم تو رو مکانیک فشار میده داداشم؟ به من چه؟ خب من گفتم آقا مکانیک قوی و قویه دیگه داداش. بچه‌ها یکی از ببین کاش بهش میگفتن کلیپشو براتون بچه امروز میذاشتن. یکی از بچه‌ها گفت امید کلیپشو بچه امکان 99% فردا اگه نذاشتم یادم بندازی. خب گفت امید منشنم کرده بود، گفت داشو می ناکن مکانیک بردن توی کاستوم روم تورنمنتی ببین چیکار کردم. بچه ها مکانیکو میزنه، ببین تو تا اسکواد بگم دیگه درگیرم. خب ببین به نازم وان شات اتچمنت هم بچه‌ها حالا بهتون توضیح میدم، اینو تو ذهنتون باش اول این توضیح بدم. بچه ها مکانیکو میزنه تو درگیری، مکانیکه میره تو تیم انمی کلا پخش و پلا میشه، انمی کلا میرزه. بچه خیلی گاده قشنگ نکنی. بعد اون یارو انمی ها دوستشن، خب برام مال پوینت آف ویو یا همون مثلا از دید انمی هم برام فرستاده. یعنی میگه داش رو نکن یه مکانیک زدم چه داد هواری افتاد رو. همین که مکانیک میره طرفشون همه داد زدن یا حسین مکانیک. بچه مکانیک خیلی سخته توی تورنمنت، خیلی فقط باید بلد باشی چوری استفاده کنی. مثلا اینا را کن 200 ببین مکانیک اونجا که درگیری شروع میشه اونجا باید بزنیش، فایتو وین میکنه هر چی میخواد باشه. چون بره رو طرف بره سر انمی ها هست، اون انمی باید 4-5 ثانیه فقط فرار کنه، هیچ کاری نمیتونه کنه. یا هیپ فایر بزنه، هیپ فایر هم که نرفه تو این سیزن، شاتگان هم وان شات نمیکنن، اچ اس هم وان شات نمیکنه، فقط اچ اس میشه باگشو زد. باگش هم بچا ویدیوشو براتون گذاشتم، باگش هم دیگه از دور وان شات نمیکنه، فقط فاصله متوسط وان شات میکنه. اینجا را کن واقعا این الان من دارم به چی میخورم؟ این الان چی اینجاست من دارم بهش میخورم؟ واقعا دوغ بریزن داخل این ویدیو، دوغ بریزن داخل این گیم پلی، دوغ بریزن داخل اکتیویژن. من نظری ندارم اکتیویژن لطفا باباتو درست کن. آره بچه ها تو تورنمنت ها جدیدن استفاده میشه، داشمی داره میبینه لذت میبره از استفادهش. بچه من نمیدونم مکانیکو بچه ها گفتم استفاده کنین تو تورنمنت ها، اگه تورنمنت پلیری حتما مکانیکو استفاده کنین، خیلی خداست اصلا یه چیز گادیه. یکم ریفیتر اصلا این دوتا کلاس من تو تورنمنت نمیبینم فشار میخورم. بعد نینجا من هنوز نمیدونم چرا مثلا تو تورنمنت ها میبینم و خیلی از پلیر نینجا برمیدارن. واقعا نینجا بچه تورنمنت دیگه جواب نیست، دورانش گذشت، الان دیگه باید به افق جدید خیره شد. ترپ مستر بردارید، انمی ها رو پاره میکنه، باگ خداست. خب برین جلوتر. اولا بچه ها اتچمنتی بهتون گفتم، این اتچمنت اوریجه، یعنی چی؟ اتچمنت دیفالتی که گذاشتم روی شاتگان بچه دیفالت بشینیش اینجوری میزنم. با پرک لژندری دارم، به لانگ برل چیزم دارم، لانگ برل اسمش، لانگ برل هم دارم، همه چی دارم. ناکن دمیجش تو قرآن 100 تا 20 تا 100 تا 20 تا. آقا این چه دمیج؟ یه دونه اتچمنت خیلی خوب بچه برای چیز پیدا کردن که اسمش اسمش چی بود؟ برای اچ اس پیدا کردن خدا اینجوری ناکن نیستیم بگم مثل کاکا سنگی ولی فنا گوش میدم یا شادم اینجوری. این اتچمنت اچ اس، یعنی قشنگ با این چهره چاد میاد تو صورت اتچمنت اچ اس سخت. بچا اتچمنت خوبه، خب قوی از همه اتچمنت های اچ اس که دیدم واقعا قوی تر. اون این اتچمنتی که میخوام بهتون بدم، خب بچا از همون اول بیشتر از همه اتچمنت ها وان شات میکرد. یعنی دیگه اتچمنتی ما نداریم کسی بیاد بگه مثلا اتچمنتی دارم از این بیشتر وان شات میکنه، چون اصلا معقول نیست این حرف. یعنی مثلا من میتونم این اتچمنت رو خون بچه واقعا بسکتبالی های داشو میدون ناکن میگیره اینجوری تق میزنه پشت کله نمیجز. واقعا داشو این بچه برای هر چیزی یه چیزی آورده، برای هر چیزی داشو میدون یه چیزی آورده. به نوازم داشو میدون برو اسکوادشون رو میل کن دوغ بده بهش. ولی نگاه این شات کن، نگاه این دیفالت های جو میزنه، نگاه 28 تا 28 تا میشه با 10 تا بزنی. یه قدمی هم بعضی موقع اینجوری وان شات میکنن. نگاه داشو این میلشون کرد اینجوری داشو این خوردشون، واقعا سخت نبود، واقعا میل نشدن، واقعا دوغ داخلشون نبود. بود دیگه داداشم، تایید کن بگو بود. داشتن در مورد چی حرف میزدن؟ آها این اتچمنتی که بچه‌ها شاید یکی دو روز دیگه بهتون مال اچ اس بهتون بدمش، این اتچمنت رو بهتون بدم اصلا من با هر کسی میشینم بحث میکنم که چرا این
از همه اتچمنت های اچس بیشتر وان شات میکنه. یعنی من با منطق و دلیل با هر کسی بخواد باهاش حرف میزنم میگم آقا به این اصلا نمیشه روی این اتچمنت حرف زد. یعنی دیگه آخرت وان شات اچس اینه دیگه، این وان شات نکنه دیگه اتچمنت نیست بخواد وان شات کنه، یه خودتون الکی اذیت نکنید، این دیگه آخرتشه. حالا اون اتچمنت هم براتون میذارم، بستگی به خودتون داره. اگه اتچمنت داریم به داشمید دیگه بگین داشمید اتچمنت نمیخوام، اگه میخوام بندازش تو کامنت ها سریعا داشمید ببین سریعا دوباره بهتون بگم. نکن این هیچ وقت فراموش نشه کوبیدن لایک اینجوری بزنه چی قشنگ اینجوری نکن. بچه ها حس میکنم هنوز یکم دوغم اون گازی که باید داشته باشه رو نداره، هنوز یکم نیاز به انرژی دارم، هنوز اون داشت امیده اصلی نشدم، مریضم، هنوز کرول دارم با الان شما منو اینجا میبینید ولی داخلم جنگه، دارم دست به یقم با کرونا. این داشت امیده که میبینید 50% داشت امیده 50% درگیر با کرونا. واقعا داشت امیده دعا کنید، من رنگ پوستم تیره شده، دارم پاره میشم، از هزار جا دارم فشار میخورم، واقعا میتونم بگم. بریم ادامه ویدیو بچه‌ها. یه نینجا شات بچه ها تو این گیم زدن ناکنین یه با دیفالت بچه ها اینجور دمیج میده، سی تا دمیج، اصلا سی تا دمیج با این اتچمنت و با این پک واقعا اکتیویژن احمد چطوره. اما بچه اون باگر رو بهتون گفتم دیگه، باگر اگه میخوای وان شات تا مثلا 10-15 قدم بزنی رو خیال راحت بشه وان شات میشه، برین اون باگر بزنی. اگه میخواین 10-15 قدم به اونورم بزنین خب باید اتچمنت هم بذاری، یعنی همون باگر رو بزنی هم اتچمنت هم خوب بذاری. حالا اتچمنت هم اگه گفتم بهتون میگم دیگه واقعا چی از داشون میخواد. فقط بچه اینجا نکن اینجا خط اینجا یه اسک، من میدونم همیشه مثلا میدونم انمیا جدیدن گفتم اینو صد بار تا حالا گفتم انمیا بزن دو تامو تمیز کنم همه چی بریزم بره. انمیا بچه جدیدن خیلی کثیف فاز میکنن، داشون اینو میدونه. خب از اینجا صدا تیر میومد یه حد زدم اینا اینجا کم باشن. فقط نکن رویه داشومید مقابل کیا، مقابل کمپرو خطگیره. ناکن داشمی چی کار میکنه؟ آها بچه شما بگید داشمی خود چهار نینجا برداشتی؟ بچه نینجا دیگه الان یه چیزی نمایشیه، اصلا 100% نمایشیه، اصلا شک نکن. ببین خط داشمید از این بات نبود به خدا، پلیر بود، بزن یه بار دیگه ناکن پلیر خط گرفت من اونجا دیدم. ناکن الان میرن سراغ یاراش، ناکن واقعا کسی که خطتو میگیره اینجوری بزنی یه دونه کی او نداره. اینا ناکن بچه اینجا کم کرده و اینا اومد پایین زدمش، واقعا سخت، واقعا نزد خود خدا، ای خود خدا کجا رفت؟ خود خدا، خود خدا دیگه چی آتشی بگم دیگه، واقعا شما خودتون به داشتون بگم دیگه، از این محتوا بهتر میخواین خدا وکیلی. اینجا دارم که ایمم رو طرف شاتو میزنم تیرام میره اون طرف. بعضی ها میگن داشتون کم بهونه بیار، شات گانه ها خیلی گانه های سالمی هم داشتن دنس میزنم بچه همه طرف واقعا جا نداره به طرف بگم بریم بزنیم نمیدم بزنیم دیگه. شما بیا بزنمت اون پوچ خیار بدم شما بخورید. بچه اینو با اون انمی بودم با شما، شما فکر نکنید شما به شما به شما سیستوق میدن، اصلا شما اصلا شما تاج سر داشون شما این فقط بهتون خیار نمیدن خیلاتون رو. بریم چی خواستم بهتون بگم؟ آها بله داشتم میگفتم شاتگان ها بچه ها به شدت باگن اون که داره از اون داشتم دنس میزنم داداش بچه خطی خطم اون میگیره چه طرز یا ما حسین نینجا زد بخورده اون نه داشتم واقعا داشتم سفیدی میاره. یه لحظه فکر کردن داشتم رفت داخل تابوت، نه بچه ها تابوت میتونم بگم نکن تابوت نخوندم تابوت ندیدم. نه کن بچه اینو بزن عقبتون نشون بدم، نه کن فقط تو نه کن اکتیویژن رو نیدو میگیرم از پشت سرش پرت میکن، اصلا مگه داریم همچین چیزی؟ نیدو از پشت نیدو میگیره اینجوری پرد میکنه، میگن لقمه رو دور دهنت نپیچون. اکتیویژن تو کال آف نیدو رو میخوای پرد کنی اینجوری طراحی کرده که ببردش عقب بعد از اینجاش پرد میکنه اینجوری. دیدی بزن عقب ناکن نیدو اینجوری. آقا مگه داریم تو نیدو اکتیویژن اونجوری پرد کنی؟ یعنی چی بابا نیدو اینجوری پرد کن دیگه، کمون دو خودم اونجا خودمو نید کنم، حیثیتم نمیرفت من اونجا نید میشدم من خودم به خود. من اینا اسلو موشن کردم حالیم شد، اگه من اسلو موشن هر کی داشت نمی‌کردم کجا اونها. یا خدا این چه راشی داد، فاقد اهمیت داشت نخوند راشم نده. بچا مسی که ویدیو رو نگاه کردین لایک و اینا همه رو بکوبین، ریسپکت داشون پلاس بشه، نخوندم ندینم نشنیدم عاشقتونم مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای بعدی با.